Bismillahirrahmanirrahim. Şagirdayn hayat aziz. Ders imruzi ma az barname Excel şuru meşe. Hamçunan start menu ra baz namuda az start menu Excel 2016 ra intikhab mekunim. Be tertib badan blank page ra intikhab mekunim. Blank workbook ra. Khab badan safhe ma be shakl نمایان میشه یا ظاهر میشه. خب حال در درس های قبلی ما پیوید تیبل ریکومندد پیوید تیبل ای تیبل تیبل های عادی را خوانده بودیم. حال میپردازیم به پیکچر و آنلاین پیکچر شیپ سمارت آرت سکرین شوت و چارت. ببینید وقتی که ما خواسته باشیم با برنامه اکسل یک تصویر بر روی صفحه برنامه اکسل اضافه کنیم، بالای پیکچرز کلیک میکنیم و بعدا در هر قسمت کامپیوتر در هر آدرس کامپیوتر تصویر ما موجود باشه اونمو آدرس رو انتخاب میکنیم، مثلا داکیمنت دسکتاپ. خب در اینجا به نام پیکس یک فولدر داریم، این تصویر رو انتخاب میکنیم از داخل فولدر انزرت میکنیم. ببینید به این شکل تصویر ما دیجا ظاهر شد. خب رقم کوچک ساختیم. ببینید دیجا تمام طول یا ابزاری که به تصویر استفاده میشه دیجا به ما نمایان شد. ببینید از اینجا ما میتونیم تمام هر استایل تصویر رو تغییر بدیم، یعنی چکات تصویر رو ببینید به این شکل. خب این تنظیمات تصویر رو در برنامه ورد همچنان خوانده بودیم، این با ما تکرار است. خب اگر خواسته باشین از اینجا رنگ های تصویر رو همچنان تنظیم کرده میتونین و از اینجا شفافیت شه و از اینجا رسید کرده میتونین به این شکل. چون این درس ما در برنامه ورد خوانده بودیم این درس ما را، این با ما تکرار است، به این خاطر حالا از این نمی بیچیم. خب یک طریق انزرت پیکچر آنلاین پیکچر است. آنلاین پیکچر از طریق اینترنت ما هر تصویر را خواسته باشیم اضافه کرده میتونیم. ببینید اول من در اینجا اینترنت را آن میکنم، وای فای را وصل میکنم. ببینید به این شکل وای فای ما وصل شد. خب من بالای آنلاین پیکچرز، بالای آنلاین پیکچرز کلیک میکنیم. پلیز وید وایل وی لود پیکچرز یک پیام میده، به این کمه منتظر میمونیم. بعدا به شکل یک دالو باکس نمایان میشه. ببینید از سایت بینگ یا از سایت ون درایو میخوایی تصویر رو اضافه کنی یا درج کنی یا سرچ کنی. از اینجا ما میخواییم که تصویر رو نامش نمشته میکنیم. چه نوع تصویر با ما بکار است؟ مثلا فلاور با ما بکار است. بالای سرچ کلیک میکنیم، فلاور رو با ما باید سرچ کنم پیدا کنم. به یه خاطر کمی منتظر میمانیم. ببینیم به شکل هر نوع گل رو به ما پیدا کرد، هر نوع گل. ببینیم به شکل هر کدام تصویر را خواسته باشین از اینجا انتخاب کرده و درج کرده میتونین. ببینیم مثلا من میخوایم اینمی تصویر را درج کنم، اینمی تصویر را، اینمی را بالا از کلیک میکنیم انتخاب کردم. ببینیم بعدا انزرت فعال شد. وقتی که دوتا باشه دوتا را انتخاب میکنیم. ببینیم یک تا را انتخاب کردم و انزرت میگم، بخاطر کار اینترنت است کمی منتظر میمونیم.
تاکه امزر چوا. به این شکل انزر شد. ببینیم کمی کوچک می سازم. عزیزی هم همچنان می تانیم کوچک سازیم. ببینیم یک بگراند دارم، بگراند سفید. خواسته باشیم ریموف بگراند بکنیم، بکگراندش کمال از بین میره. ببینیم به شکل برگایش رو انتخاب میکنیم، از بین نره. کدام قسمتش از بین میبریم، به شکل انتخاب میکنیم. Keep changes. ببینیم صرف اونم تصویر ما باقی ماند به شکل. این طریق اضافه نمودن یا انزرت نمودن تصویر از طریق آنلاین مود. خب بعدا میایم بالای شیپ. بعدا بالای شیپ میایم ببینیم هر نوع شکل خواسته باشیم از اینجا ما انتخاب کرده میتونیم. ببینیم به این شکل، مثلا ما یک شکل بکار است به این شکل. ببینیم به این شکل ایره به هر طرف خواسته باشیم تغییر داده میتونیم جهتشه. ببینیم به این شکل این بخش را همچنان در ورد با جزیات خوانده بودیم، به اوقدر وقت را زایی نمی کنیم. ببینیم دیجا رنگ هایش تغییر داده میتونیم. خاشی فیل رنگ داخل شیپ را به این شکل. خب آوتلاین از زیره مثلا سرخ باشه به این شکل. خب شیپ از زیره مثلا به این شکل باشه. اگر بالا از رایت کلیک کنیم ایدت تکست بگیریم، ببینیم به این شکل وظف افغانستان به این شکل متن همچنان نوشته کرده میتونیم. مرزی این بخش ها را در برنامه ورد مکمل خوانده بودیم، بالا از این بسیار نمی بیجیم. خب بعدا میاییم ایرام همچنان دلیت میکنم، بالای سمارت آرت بیاییم. ببینین سمارت آرت یک گراف است. مثلا بالای سمارت آرت کلیک میکنیم، هر نوع سمارت آرت مربوط به اونمو اطلاعات شما باشه انتخاب کرده میتونین. مثلا من اینمی لیست رو انتخاب میکنم، از بین لیست ای بخش رو انتخاب میکنم. ببینه به این شکل. خب بالا از این کلیک میکنم اوکی. ببینی به این شکل کمی کوچک میسازم. اینجا اد تکست داریم. ببینید دیزاین از این فرمات از این همچنان موجود است. اینجا نوشته میکنیم به اینجا مثلا مورنینگ وظف کورسز. خب باز اینجا انتخاب میکنیم، کلیک میکنیم، مورنینگ کورسز. در مورنینگ کورسز انتر میکنیم، یک دو دیگه اضافه میکنه، تب را افشار میدیم، در بین اینمی نوشته میکنم. ببینیم انتر بعد تب. مثلا دری باشه، انگلیش باشه، پس
طرف مارنی و بعدا نیجا میاییم بالای زیکلینگ میگم afternoon courses خب انتر تاب خب اینجا باز کمپیوتر باشه کمپیوتر بعدا همچنان ترکی خب اردو هر شکل خواسته باشین میتونی اضافه کنین ببینید به این شکل یک چیز جور کردیم یک سمارت آرت ببینید بالای دیزاین از این کلیک میکنیم به این شکل میتونیم هر شکل از این تغییر بیتیم ببینید به این شکل مثلا بالای اینمی کلیک میکنیم یا اینمی به این شکل هر کدام شه خواسته باشین انتخاب کرده میتونین اینمی رو انتخاب کرد باز از اینجا رنگ هاشه تنظیم کرده میتونین ببینیم به این شکل یه رنگ تنظیم کردیم باز از اینجا استایل داده میتونیم برازی 3D باشه و هر شکل که خواسته باشیم 3D مثلا به این شکل یک شکل دادیم به این خب دوباره کلرش را خواسته باشیم تغییر داده میتونیم از دوباره به این شکل باز بس با حالت قبلی میگردانیم بگویم چی میکنیم از اینجا رسید گرافیک میکنیم ببینیم رسید گرافیک با حالت قبلی خود در آمد باز بعدن دوباره از اینجا سمارت آرت میگیریم استایل سمارت آرت میگیریم به این شکل باز بعدن رنگ میتیم برازی و استایل ازی به این شکل اگه اینمی سمارت آرت خود اگر خواسته باشیم و شیپ تبدیل میکنیم بگیم از اینجا استفاده کانورت تو شیپس میکنیم اول با فرمتش میایم ببینین هر نوع فرمت هایش انتخاب کرده به زمینه ازی رنگ داده میتونیم و اوتلاین ازی همچنان ببینیم به این شکل خب باز رنگ خطای ازی رقم باشه فیل تکس داخل متن چه رقم باشه به این شکل این بخش ها را همچنان در برنامه ورد خواندیم همچنان مثل تنظیمات ورد مثل تنظیمات اینمی اکسل می باشه خب باز دوباره با دیزاین می خواهیم که کانورت تو شیپس ما می خواهیم اینمی سمارت آرت ببین دیزاین فرمت داره فعلا از سمارت آرت استفاده کردشتیم ما می خواهیم ایره به شکل شیپ به این شکل شیپ تبدیل کنم ببینیم می خواهیم اینمی شکل یک شیپ داشته باشه خب با دیزاین ازی کلیک میکنم کانورت تو شیپ ببینیم یک دانه شیپ به این شکل گرفتیم دیزاین رفت از بین چون این به شیپ تبدیل شد این تنظیمات شیپ است باز ببینیم به این شکل خب دوباره بعدا میاییم insert screenshot در عقب اینمی برنامه هرچی برنامه که باز باشه مثلا من در اینجا باز میکنم word را بگیریم به این شکل برنامه word باز شد ما میخواییم از برنامه ورد به این شکل از این مکمل از این شکل برنامه ورد یک سکرین شوت داشته باشم ببینید بالای اکسل کلیک میکنم خب سکرین شوت چی داریم در پشت سر ورد باز است اویلیبل ویندو اوکی میکنیم ببینید مستقیما اونمون
ویندو را با ما اسکرین شات گرفت، یعنی به این شکل. خب اگر کدام برنامه در اینجا باز نباشه، مستقیما میتونیم که روی صفحه را اسکرین شات بگیریم. ببینیم به ازای اسکرین شات به شکل انتخاب میکنیم، ببینیم به اینجا اوتومات میایه صفحه اکسل. خب دوباره ایره ما دلیت میکنم و انزرت میایم. استور و امای اد انز ای بخشا مربوط به اینترنت میشه. خب این فروشگاه آفیس هست. خب اگر اینترنت داشته باشیم، باز یک اکانت اوتلوک راجستر داشته باشیم، از اینا استفاده کرده میتونیم. برفعلا به اینا امکانات نداریم که استفاده کنیم. خب بعدا بالای چارت میاییم. چارت گفته یک گرافیک میگن. مثلا یک جدول مغلق داشته باشیم، یک جدول داشته باشیم، او جدول رو به شکل گراف اگر خواسته باشیم نمایش بدیم، از این چارت استفاده کرده میتونیم. ببینیم مثلا دیگه من نوشته میکنم products از اینجا sales. مثلا product های ما، product یعنی تولیدات ما، CPU باشه، مونیتور باشه، خب ماوس باشه، کیبورد باشه، به این شکل خلاصه جدول جور میکنیم. سیل از این 4500 فروش شده. خب 6300 فروش شده، 4200، خب 3800 فروش شده. حال ببینید اینمی معلومات را ما از کدام طریق ها به یک چارت اپلای کرده میتونیم، یعنی به یک چارت گرفته میتونیم. ما هر وقت خواسته باشیم بالای اینمی جای خالی، یک سیل خالی کلیک میکنم، ببینید از اینجا میایم چارت میگه. هر نوع چارت اینجا موجود است، هر کدام شما خواسته باشین از اینجا انتخاب کرده گرفته میتونیم. مثلا از اینجا ببینید یک چارت خالی گرفتم، چون هیچ معلومات من انتخاب نکردم، جای به جای خالی من کلیک کرده بودم. باز از اینجا میایم میگیم که select data. وقتی select data گفتیم add میگیم از اینجا. دیجا series name میگه، ما مثلا name series sales باشه، sales انتخاب کردیم، مسابقه یک رو دلیت میکنیم یا حذف میکنیم، بازی قیمت ها رو انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. ببینیم این قیمت های ما دیجا درج شد. اما ما میخواییم که اینمی پروڈکت های ما، تولیدات ما همچنان دیجه باشه. باز دوباره بالا ازی کلیک میکنم، ایدیت میگیم. وقتی که ایدیت گفتیم دیجه باز پروڈکت های خود انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم. ببینید دوباره اوکی، ایجه پروڈکت های ما یه فروش ماست. باز بالا ازی کلیک میکنیم، رایت کلیک، باز اد دیتا لیول اونمو هر چی فروش شده در جدول دیگه همچنان باید نمایش داده شود. باز به طریق کالم را چینج، یعنی تبدیل کرده میتونیم ایره. مثلا حال کالم است، ایره به را تبدیل کردیم، ببینیم سیلز به ایجا آمد. خب پس دوباره ایره به طریقه را تبدیل کردیم. خب باز دوباره چینج چارت بگویم، از ایجا ما میتونیم که این چارت ما را با چارت های دیگه همچنان تبدیل کنیم. میبینید با هر چارت خواسته باشین اینو تبدیل کردن میتونیم. مثلا به این چارت میخواییم تبدیل کنیم، اوکی میکنیم. اینو به این شکل دوباره اندو میکنیم. میره از اینجا هر رقم
استایلایش گرفته میتونین ببینین هر نوع استایلش هست. خب از اینجا رنگایش تبدیل کرده میتونین، البته چهار تا انتخاب میکنین ببینین پیشکل رنگ ها، یا رنگ سبز میگیریم ببینیم به این شکل. باز کویک لایوت انتخاب کنیم ببینید به این شکل، قیمت هایش همش بالا از او بیای گفته باشیم یعنی به این شکل استفاده میکنیم. باز دوباره این یک طریقش است که چارت را به این شکل اضافه کرده میتونیم. اگر خواسته باشیم اطلاعات را اول انتخاب نموده باز به انزرت آمده، انزرت چارت ببینیم به این شکل، طریقه آسانش است چارت را به این شکل ما انتخاب کرده میتونیم ببینیم به این شکل. در صورت ما میتونیم که رنگ های زیر تغییر بدیم ببینیم به این شکل. خب باز دوباره بالا از کلیک میکنیم Add Data Level، هم قیمت هایش هم همچنان بالای کالم ها ظاهر شود. خب دوباره بعدا دیجا ما بجت مثلا نوشته میکنم بجت، بجت ما چند شد مثلا 1100 2320 800 500 به این شکل. اما ببینید این به چارت ما نامده، اینجا کلیک میکنم ببینید بالایی انتخاب میکنم نمیشه ببینید هیچ، باید اینمی چارت مکمل باید انتخاب کنیم بالا، اینجا کلیک میکنیم ببینید به این شکل، باز اینجا میگیریم و کش میکنیم ببینید اینمی بجیت ما همچنان بالایی اضافه شد. بالای بجت کلیک میکنیم باید کلیک عدد تا لیول میگیریم به این شکل لیول ما بالای ازی میاییم ببینیم به این شکل. باز دوباره اگر بجت رو در یک چارت خواسته باشیم یک یعنی پردکت های ما قیمت های سیلز ما به شکل کالم بیاییم یا به شکل لاین بیاییم میگیم بجت ما به این شکل چی میکنیم؟ بالای ازی کلیک میکنیم فرمت چند سریز به این شکل انتخاب میکنیم ببینید این سیلز ماست این بجت ماست، مثلا این را انتخاب میکنیم کدام شکل بیاید، مثلا این همی شکل بیاید کوکی میکنیم ببینید بجت ما به این شکل آمد. اگر خواسته باشین دوباره چند چارت تیپ خب کالم هر کدامش خواسته باشین انتخاب کرده میتونیم ببینید کامبو لاین باشه به این شکل لاین بیاید اوکی ببینید به این شکل پایین است، یا میخواییم این را دوباره به یک شکل دیگه تبدیل کنیم ببینید ما بالای ازی بیاید اوکی این به این شکل. اگر قیمت های ازی را بالا کنیم مثلا 8000 باشه ببینید اینجا همچنان 6500 باشه به این شکل بجت ما نمایان میشه. خب شاگردای عزیز این بود درس امروزی ما، تا درس های بعدی خدا یار و نگهدارتان باشه.